میخوام فراموشت کنم، اما پلیتیک هست ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. عزیز و مخاطبین فریقته برنامه، در هفته گذشته بحث یارانه خیلی داغ شد و بالاترین گرفت تو مایایی که اصلا خیزید و خزارید که هنگام خزان است، یارانه نگیرید که دولت نگران است. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، یارانه نگیرید که دولت نگران است. کفگیر تدیگ زده دولت تدبیر، باد بدی از جانب صندوق وزان است. نگران است و چون شما داخل گود هستید قطعا بهتر میدونید که مایی که پشت گود نشستیم و علاقه هم نداریم که بگیم لنگش کن، ولی عده‌ای خیلی لطف دارن به ما، لطف داشتن به ما و نظر ما رو پرسیدن، گفته آه به نظر شما یعنی ما الان دقیقا چیکار کنیم، یارانه رو بگیریم یا نگیریم. واقعیتش ما هم اینجا از شما چه پنهون، از خدا که پنهون، از شما چه پنهون. ما هم اینجا خیلی آقا، من این بچه ها اینجا همه سر دوراهی دو به شک هستیم اینجا که آقا بالاخره ما یارانه بگیریم یا نگیریم. ولی ما بینندگان عزیز از اتاق فرمان به من اشاره کردند که به ما تو آمریکا اصلا یارانه نمیدن، به همین علت واقعیتش ما هم اینجا خیلی بر سر دورایی هستیم، خیلی دو به شک هستیم که مردم در ایران برن یارانه بگیرند یا نرند بگیرند، یا اینکه بهشون بالاخره میدند یا نمیدند. ولی خب اگه نظر شخصی من رو بخواد، من بهتون میگم که آقا بره یارانه رو از حلقومش بکش بیرون. از تو هر کی میگه نه آقا یارانه باید تو بکش بیرون، اصلا من از کات برم بیرون، یارانه رو بره بگیر ازشون، بگیر یارانه رو از تو حلقوم خامنه‌ای بکش بیرون. قرار باشه یارانه ای که میگیرید بره تو بخش سلامت و بهداشت و درمان، موافق هستید؟ و اینکه اقتصاد مملکت اونم اگر واقعیت باشه، من الان دکتر میرم ویزیت 30 تومن قرص می‌نویسه برای من که اصلا نمیتونم پیدا کنم. اگر واقعا این حرف صحت داشته باشه، اگه همینطور که این مادر عزیز میگه باشه، که دولت با این پیش بینی که کرده فقط جلوگیری از درآمد مستضعفین میکنه، نه پولدارا. پولدارا خودشان راه به اصطلاح فرار رو میدونن و اصلا نمیان. این نه گزینش و این نه سوال برای کسانی است که درآمد ندارند. تموم شد، رفت، حجت تموم شد، بگیرید آقا. به نظر من با حرفی که این آقا زد، حرف منطقی، مرد مؤمن این داره حرف منطقی میزنه. حق خودتون رو ملت، جماعت ایرانیان، برید یارانه بگیرید. سال آینده یعنی همین سال همه رو بیمه میکنن. سال آینده یعنی همین سال همه رو بیمه میکنن. حالا ایرانی گفتن خب حالا بیمه خوبه، بیمه بد نیست، بیمه خوبه، بیمه خیلی مهمه. اگر که اگه که نرن خب یارانه نگیرن، ولی خب همه رو بیمه کنن خب خیلی خوبه. به نظر من اگه اینجوریه نگیرید. پس اگه بیمه میدن یارانه نگیرید. حاضر هستید انصراف بدید؟ با این وضع تورم نه. تورمه مملکت، راست میگی. خب من میگم تورمه، با این وضع تورم چی رو انصراف بدم؟ معلوم تورم دارین، یارانه رو بگیریم. پس آقا اگه تورمه بریم بگیریم، برین آقا. من فکر کنم با این بنده خدا، خب بالاخره تو ماشین داشت رانندگی میکرد، ران تاکسی هم هست شخصی و اینها، بریم بگیریم ملت. به نظر من آقا یارانه رو برید بگیرید. اونا هم که واقعا احتیاج ندارن، خب شاید اگر نمیخوایم که مثل من نمیگیرم. بابا این آقای جناب چاکنواریان، ایشون آدم حسابی مملکت هستن. آقای چاکنواریان، اگر آقای چاکنواریان میگه که نگیرین، خب به نظر من نگیرین.
اگه ایشون میگن که اگه آدم حسابیا میگن نگیرین نگیر. به نظر من نگیر. من اصلا کیم ایشون وقتی اون میگه من کی باشم اصلا نگیر. اگر اولویتی هم هست واقعا باید به اونایی تعلق بگیری که درآمدی ندارن یا مشکلی دارن. او این چی میگه بابا؟ اینو کی راه داد تو این برنامه؟ چی میگه این هر چی اصلا ملت آقا هر چی این میگه شما برعکسش بگیرین. اگه این میگه نگیرین بگیرین. بریم بگیرین. شریفی نیا میگه نگیرین همه ایران برین بگیرین. نظر کارشناسان رو داشتیم آزاد. شما و اونجا که میگید قیمت ها افزایش پیدا نکرده شما مال اینه. صحبت های چی شده؟ جیب قلیلی از این بر به اون بر میزنی به اصلا تو زندگی مردمه. چی شده؟ یعنی چی اصلا چرا شعار میدید؟ چی شده؟ چی شده؟ به حال چی میره قایده؟ چی شده؟ زندگی مردمه. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ مردم اعتماد ندارید نیست. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ ای داد. ولی ببینید چی شده؟ صحبت های عجیب غریبی از این بر به اون بر میزنی واسه تو. زندگی مردمه. یعنی چی اصلا چرا شعار میدید؟ بله اون وقت مسئولین چی میگن؟ خانم نماینده، نماینده چیز نداریم، نماینده، نماینده. چون عضو هیئت علمی دانشگاه بودم، به نظر اومد که لازم نباشه و این امتیاز رو در اختیار دیگران قرار بدیم که اونها استفاده کنن. آقا ملت من دارم چه مملکت بخور بخوره، مجلسیان میگیرن، شما هم برین بگیرین. آقا نظر من اینا بچه ها اینجا همه الان با من موافقین؟ برین بگیرین. گرچه پول یه چیزی است که کسی بدش نمیاد از آن، ولی واقعا باید گذشت. گفتیم اموال خودشون رو آلوده نکنن به اموال مشکوک. خب برسنم خب اموال مشکوک مال امام زمان مشکوک شده. آقا نظرش به کی نزدیکتره؟ آقا رو بذار خان. آقا نظرش به کی نزدیکه؟ نظر آقای رئیس جمهور. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. نظر آقای رئیس جمهور چی بود؟ این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. یه سنگی، یک تریلی سنگ یارو ریخته توی چا، هر کار یارو میکنه حسن و جواد و اینا نمیتونن اصلا یه دونه ریگشو بیارن بیرون. حالا مثلا فلان حالا خود روحانی چی میگه؟ آقا خود روحانی چی میگه؟ اولا اینکه مردم باید براشون توضیح بدید. فکر میکنن اینم مثل حقوق هستی است. میگن یارانه حق مسلم ماست. نیست؟ هست یا نیست؟ یارانه اسمش یارانه است. یعنی در اجرای یک برنامه اقتصادی وقتی اقشار آسیب پذیر دچار مشکل میشن یارانه میاد اونها را یاری کنه و کمک کنه. چرا میپیچونی آقای روحانی؟ یه دفعه بگو آقا ما نمیخوایم بدیم دیگه. چرا میپیچونی تو ملت؟ 19 میلیون بدرو عده چند میلیون بشه عده؟ یه چرا میمردیسون چه کاری یارش میپیچونی؟ این شایعاتی که مرتب مطرح میشه که دولت میخواد یارانه نقدی نده به جاش یارانه کالایی بده. نه ممکنه سبد کالایی هم بدهد اما یارانه نقدی رو نمیخواد قطع بکنه. آقا نکنه یه بسیجی اقتصادی بیاد اون پولی که از یارانه ندادید نمیخواید بدید به مردم هپلی هپل بریدارا دیدم بارادادادم بیاد بگه مثلا من منافع کشورم برام از همه منافع ملی کشورم برام از هر چیز دیگه مهمتر هستش. همونطور که گفتم به عنوان یه بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنی. ها؟ نکنه آقای روحانی، نکنه این یکی دیگه گاز میگرفت گفت همین اواخر هفته گذشته به مالزی و بررسی کردن اون ادعایی که ایشون داشت که آقا بالاخره این پولها عمدش موجود هست و در اون بانک FIIB هستش، رفتن و اونجا مشخص شد که نه چنین پولی و چنین موجودی در اون بانک وجود نداره. بگیرید آقا بگیرید. به نظر من حالا که ایشون اینجوری حتما دیگه همه ایرانیان توجه فرمایید، پلیتیک اعلام میکند برید همه یارانتون همه برید بگیرید. ما از اینجا دولت تعیین میکنیم تو دهن این دولت همه. آقا برین دیگه کسی نیست تو دولت. کسی دیگه تو دولت هست مسئولی کسی جانگیری چیزی پخش کنه. هر میزانی که انصراف بود ما عدد و رقمش حتما در پایان کار خدمت مردم خواهیم گفت. منابعی که از این محل صرفه‌جویی
نصیب دولت خواهد شد خواهیم گفت و در چه بخش های این پول هزینه خواهد شد اینم به صورت مرتب هرچند ما یک بار به مردم گزارشش خواهیم داد. رایش این نیست، رایش اینه که اگه این کار درست نیست و نباید انجام داد و چون حالا یه گندی دولت قبلی زده نمیتونه ادامه بدی، یا به مردم صادقانه بگی آقا قانون قبلی رو برداشتیم چون نمیتونیم یارانه بدیم، وضعمون خرابه و درست نیست که پول نفت رو مستقیم پخش کنیم بین مردم، هرچند که پول نفت خود مردمه، نظری که نیست. ما پرداخت یارانه‌مون بیشتر از کل جمعیت کشوره، چرا حالا جای بحث داره؟ مملکت رو به جای هیئتی اداره کردن دیپلماتیک اداره کن ای شیخ دیپلمات. من سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را احساس میکنم. جریان اینطوری شد که آخرش آمریکا به این برادر ابوطالبی که قرار بود نماینده ایران تو سازمان ملل بشه ویزا نداد، که نداد چون گفتن که ظاهرا در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران دست داشته و آمریکا بیا آمریکا، اما حالا به خاطر یه ویزای دوره گفتن که آوی حوار عزت از پاسپورت ابوطالبی رفت و یکی بره برش گردن و فلان بابا با دولت عزت این همه ملت و تو فرودگاه این ورانور به خاطر همین پاسپورت گشتن زیر رو گردن ما خودمون فلان عزت نرفت، حالا دولت باید پای عزت ابوطالبی وایسته. خلاصه مثل همیشه ما داشتیم به وظیفه ملیمون عمل میکردیم و به اوضاع امیدوار میشتیم که یه یکی گفت از احکام قطع دست در ملای عام چه خبر، گفتیم چه خبر، گفت آه نشنیمه، گفت هر کسی، گفتن هر کسی، آقا هر کسی که بخواد سر به سر عزت ملت ایران بذاره ملت میزنن دستشو قطع میکنن، هر کسی، هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه رو بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود با ایمان خود این دست رو قطع میکنه، قطع میکنه. پای مال کلا کم بود، لگد مال هم بهش اضافه شده، اصلا تو 3 دهه کار به مشارکت در انفجارهای منطقه کشید. عزت، عزت لگد مال شده یه این مسلمان هاست که توی این 3 دهه دیگه به انفجار رسیده. من نمیفهم انفجار آقا واسه چی؟ یارو زنش تو همین 3 دهه‌ای که عزت پایمال شد فلان 1000 دفعه تأکید کرده که شاید اصلی رو این خانم من همیشه تأکید میکنه، اونم اینه که تنها چیزی که ازت نمیخوام اینه که دست جلو کسی دراز باشه. شاید فکر میکنم تو این 24-5 سال بالای 1000 بار این جمله رو شنیدم که تأکید کرده که هیچی برای من از عزت تو بالاتر نیست. من سر دارم میرم از این مرد کسی به عزت چپ نگاه کنه میرم دستشو قطع میکنیم لگد مال بشه منفجر میشه توی 25-6 سال 1000 دفعه بهش تاکید میشه، بعد اون وقت اصلا راز این که طرف بتونه بالا تا پایین حکومت رو بشورم همینه راز این که من میتونم توی حکومت از بالا تا پایین حکومت رو بشورم بذارم کنار همینه. آقا این عزت چیه؟ اصلا این عزت پایمال شده لگد مال شده به انفجار رسیده که 1000 دفعه بهش تاکید شده، 1000 دفعه تو این 3 دهه به همون گفتن که من عزت و غرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان. مگه عزت کجا رفته که من میخواد برش گردونه؟ از این طرف اینا اینجوری میگن آدم خیال میکنه عزت یه موجود مقدس بیگناه فلان فلانه که یا لگد مال شده باید بریم واسش دست قطع کنیم، یا پایمال شده کارش به انفجار رسیده بابا بام، یا خلاصه دائم یه بلایی سرش اومده از اون طرف تا یکی زبونم لا از دری دیدواری جایی بالا میره فوری میگه دیدی عزت ما رو چوری از همون گرفتن. آقا هی هات من نزله، هی هات من نزله. همینا سال 58 هم همینجوری گفتن آه چه نشستن که عزت ما دست رفت گی سر. از این دیوار میتونی بری بالا یا نه؟ از این دیوار میتونی بری بالا یا نه؟ از این دیوار میتونی بری بالا؟ خیلی از این دیوار رفتم بالا، خیلی از این دیوار رفتم بالا. قسمتی که
این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و افراد فاسد را نگه داشتند و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ را شکستند. به جان خودم این عزت یه مزدور قسم خورده جان مال وابسته به بیگانه هاست، وگرنه چطوریه که تا لانه و خانه و اینجور جاهای جاسوسی بیگانه ها تسخیر میشه عزت قهر میکنه میره، بعد من یعنی من دوباره میخواد برش گردونه. من عزت و غرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان. همه عزت اسلامی دوره اول خاتمی 20 میلیون رای آورد، همین عزت اسلامی 20 میلیون رای آورد که بعدش کار به مخملی و نرم و فتنه و فلان و بدبختی کشید. تازه شانس آوردیم به جای این عزت اسلامی اون یارو کیه تداوم سازندگی 20 میلیون رای نای آورد، باز تداوم سازندگی حالا هم اون یا هیچی. اگه فرار مهدوی کیا 20 میلیون رای آورده بود چه بدبختی داشتیم ما. حالا عزت اسلامی کم بود، این بگو کیه اسمش نصرت بندگان چی میگه این وسط؟ خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند. چی شده؟ اگر خدا را نصرت بکنید نصرت خدا به نصرت دین او، دین اوست، به نصرت بندگان اوست، به نصرت مظلومین است. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ مهمان این هفته شما محسن سازگارا است. آقای سازگارا فعال سیاسی است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک. سازگار شما چی هستی؟ سیاستمداری، خبرنگاری، فعال سیاسی هستین؟ خودتون رو چی تعریف میکنین؟ من یادم آخرین بار که با شما صحبت کردم گفتین من سیاستمدارم. هنوز سیاستمدارین یا عوض شدین؟ به قول یه همکار سیاه‌پوستی من داشتم دانشجویان تو پارکینگ شبا با هم کار میکنم میگفت کایند اف انیمال یو آر، تو چجور جونوری هستی؟ حالا ما دیگه رومون نشد که بگیم جونوری شو. آره من سیاست مدارم. شما سیاست مدارین؟ سیاست مدار یعنی چی؟ یعنی چی کار هستین؟ یعنی میخواین رئیس جمهور ایران بشین؟ سیاست مدار کسیست که با قدرت دعوا میکنه. خیلی با قدرت دعوا میکنه یا نه. سر قدرت دعوا؟ سر قدرت دعوا. سر قدرت دعوا. دنبال قدرت میگرده. بله. تاجر دنبال ثروت میگرده، سیاست مدار دنبال قدرت. چرا آقای سازگار دنبال قدرت میگردین شما؟ به نظر من هر کی هم بگه منت سر خدا و پیغمبر و مردم و اینا بذاره تو سیاست مدارا راست میگه، البته خب حالا هر سیاستمداری محترمه ولی تایش این کار خیلی جذاب. جذابه؟ خیلی. چرا جذابه؟ برای اینکه قدرت هوس خداییه. آه. شما سرنوشت مردم میفته دستت. چرا میخوای سرنوشت مردم بیفته دستت؟ برای اینکه تو این دنیا من میخوام سرنوشتم دست خودم باشه. میفهمم، ولی سیاستمدارا وقتی در موضع تصمیم گیری قرار میگیرن بله و تصمیماتی که میگیرن سرنوشت مردمی که بهش تفویض کردن در دموکراسی ها حداقل، این خیلی جذاب. سیاست شغل پرخطری است به هر صورت همه جای دنیا، حتی در دموکراسی های جا افتاده. بعد از یه مدتی سیاست مدارا به اون قمارش هم معتاد میشن. الان شما معتادی؟ به اون به نوعی آره، به هیجان سیاست هم معتاد میشن. تا کجا قمار میکنین؟ تا دوست دارین که رئیس جمهور ایران بشین، رهبر ایران بشین؟ من میدونم که شما خیلی علاقمند به دنیای باز، آزاد، دموکرات و اینها هستین. شما خودتون در اون جایگاه میبینید؟ یعنی اگر یک انتخابات آزادی بشه الان نامزد میشید برای ریاست جمهوری؟ والله خیلی با خودم این فکر رو کردم که اگه انتخابات آزاد بشه طبیعتاً دیگه این نظام نیست، چون این نظام جمهوری اسلامی طبق تعریفش بل. روزی که بره پای انتخابات آزاد دیگه دووم نمیاره. من توانایی دارم برم بشم، راستشو بگم با خودم ضرب و تقسیم کردم،
فکر میکنم پیر شدم دیگه برای این کار. پیر شدیم برای این کار. آره، یعنی ترجیح میدم کی به آقای جنتی الان داره میشنوه اینا. پیر شدین، ایشون هنوز تو سیاسته. حالا ایشون شاید ماشاءالله روغن کرموشایی میخوره و قوهش زیاده در 86 7 سالگی. برای به دست آوردن قدرت یک سیاستمدار خب قطعا یه سری کلک‌های میزنه. اصلا ما تو این برنامه اسمش پلیتیکه، یعنی حقه‌بازی سیاستمدارا رو می‌خوایم که تلاش می‌کنیم که نشون بدیم. و شما ندارید از این آدم‌ها در واشنگتن برای خودتون؟ ببینید اتفاقا لغت پلیتیک تو دوره قاجاریه خیلی یواش یواش بعداً به جای سیاست بود، ولی بعداً مترادف شد با همین کلک زدن. سیاستمداران البته با چند نوع، یعنی اینجور هم نیست که همه‌شون هیچ اصولی نداشته باشن و با بدون هیچ اصل و اتفاقا سیاستمدارای استخوندار در تاریخ تو همین واشنگتن فعلی من مثال بزنم، از نظر من آقای جان مک‌کین یه سیاستمدار استخونداریه. بله، یه اصولی رو پایبندن، در نتیجه به هر قیمتی هر کاری رو نمی‌کنن، یعنی اون مثل تجارت. بله، یه کسی وارد شما جز اون گروه سیاستمدار امیدوارم سعیم که به هر قیمتی هر کاری نمی‌کنن. بله، یعنی یه اصولی برای خودم ترسیم کردم، اصولی مثل مهمترینش چیه؟ مهمترین اصلی که باشه منافع ملی ایران. منافع ملی ایران حتما حتما، یعنی با تحریم پس مخالفت؟ اگر مخالف منافع ملی باشه قطعا. با جنگ مخالفت؟ اگر اون هم مخالف منافع ملی باشه و یکی دیگه از اصول آدم جون مردمه. بله، من با جنگ خیلی مخالفم. شما شاید هم برای یه سیاستمدار خیلی خوب نباشه اینقدر از جنگ بدش بیاد، ولی من اصلا ذاتن هم خوشم نمیاد. با تحریم موافقید؟ با جنگ مخالفید؟ اینجوری گفتیم معلومه توجه نشد. نه، با تحریم هم مخالف. اصولی وقتی مردم اذیت میکنه مخالفم. ولی با تحریم آقای خامنه‌ای و سپاه موافقم. با سپاه شما خودتون سپاه رو جزء بنیانگذاری چی شد آقا؟ سپاه رو درست کردین، افتاد به جون مردم، پول مردم رو داره درست میکشه بالا، همین کار داره میکنه. شما هم که اینجا نشستین کنار ما اینجا، چی شد؟ چرا این کارو کردین آقای سازگار؟ هدفتون چی بود؟ اون روز اول اون سپاهی که ما فکر میکردیم، گفت چی فکر میکردیم چی شد؟ اون این نبود. اون قرار بود یه ارتش مردمی باشه. اتفاقا مدلمون یه مقداری نشنال گارد امریکا بود، ارتش سوئیس بود، ارتش اسرائیل بود، اینا رو خونده بودیم. در کنار ارتش کلاسیک کشور، اون دو سمایی که من بودم سپاه و اون اساسنامه اولش. پس این سپاه امروز اصلا اون سپاه نیست. اون سپاه یا هیولا شد. بله، شما با آقای خمینی در آیت الله خمینی در نوفل شاتو بودین، درست میگم؟ بله. با اون پرواز اومدین ایران. تو اون پرواز چه گذشت؟ یه چیزی میتونین برای ما اولین بار اینجا بگین که تا حالا نگفتین؟ امکانش هست؟ سیاستمدار نباشین. محسن سازگارا تو اون پرواز چی دید؟ اون شب چون خیلی شلوغ پلوغ شده بود، 48 ساعت آخر خیلی‌ها جا مونده بودن و لیست هم جا مونده بود. ما آخرین لحظه ایر فرانس گفته بود بنزین اضافه میخوام بزنم، مسافرها رو پیاده کنید، تعداد خبرنگارا رو خط زدیم. من تا صبح بیدار بودم، پرواز 12 شب از فرانسه حرکت کرد، 9 صبح تهران رسید. داشتم لیست تهیه میکردم، یک یکی 150 تا دیگه خبرنگارشون، خبرنگار یونایتد پرس منو نشوند کنار خودش. وقتی رفتم اسم اونم یادداشت کنم، گفتش به من تعریف کن چی شد این مملکت اینطوری شد. گفتم یه پیرمردی بود، گفتم من چه تعریفی بکنم؟ چه گفت هر چی دلت میخواد بگو. مرادم خیلی هیجان زده بود و براش خیلی عجیب بود چطور یه مملکتی ظرف 3 ماه مثلا یه همچون جمعیت بزرگی، انقلاب اون بزرگی میشه. یه مقداری از مسجد حرف زدم، یه مقداری شبکه دینی حرف زدم، یادم نیست که حالا چه چخون پخونه براش کردم. آقایی که اونجا توی اون پرواز بود داشت میمد ایران، رهبری رو به عهده بگی که هیچ احساسی نداشت، شما چه احساسی داشتید؟ البته اون مصاحبه معروف و اون جلوی هواپیما کرده، من اون موقع ندیدم، سرم گرم کارهای دیگه بود، بعدن دیدم. من خیلی خوشحال بودم. شخصا میگم خیلی هیجان زده بودم، برای اینکه خب بدونی یه اتفاق تاریخی داشت میفتاد. شما در کابینه آقای رجایی و آقای موسوی بودید در بعد از سال 68 و پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی، دیگه کار دولتی نداشتین؟ چرا؟ شما که این همه عشق قدرت و سیاست سیاست مداری که عشق قدرت بود، چرا چه چیزی در شما عوض شد؟ من تو کابینه آقای رجایی و موسوی عضو هیئت وزیران نبودم. تو دولت آقای رجایی معاون سیاسی بودم تو نخست وزیری و تو دولت آقای موسوی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم.
که تقریبا شاید بزرگترین لقمه یک جای صنعت کشوره. ولی به سال از سال 63 4 مسئله دار شدم. این همون جایی است که چرا این مسئله شک داشتم به شما؟ نه خودم مسئله دار شدم با نظام. بله، یعنی این همون جایی است که اصول سیاستمدار با هم به تعارض میفته. 4 بار زندان رفتین شما، درسته؟ بله. در آخرین بار در سال 84 79 روز اعتصاب قضا کرد که روی چشم و قلبتون هم تاثیر زیادی گذاشت. با این همه سابقه وضعتون به جای رسید که بالاخره رفتین زندان و فکر میکرد یه روزی شما باید اعتصاب قضا کنید تو همون زندان سپاه که خودتون ساخته بودید برای دیگران؟ حتما اول انقلاب هم فکری نمیکردم. اول انقلاب ما فکر میکردیم یه مدینه فاضله میخوایم درست کنیم. به 23 سالم بود وقتی 33 4 سالم شد یاد گرفتم که همه ایدئولوژیایی که میخواستن بهش رو زمین درست کنن سر از جهنم در آورد. در تاریخ ایران زمین آدم‌هایی وجود دارند مانند هاوارد باسکرویل آمریکایی که به ایران رفت و درس داد و در سخت‌ترین زمان‌ها در کنار مردم ایران ماند و زمانی که ستارخان و باقرخان برای اعاده مشروطیت به پا خواستند به آنها پیوست و در پاسخ همسر کنسول آمریکا که از او خواست از صف مشروطه‌خواهان جدا شود پاسپورتش را پس داد و گفت تنها فرق من با این مردم زادگاه هم است و این فرق بزرگی نیست. امروز تندیسی از باسکرویل در خانه مشروطه تبریز نصب است و هنوز بعد از 105 سال افرادی به صورت ناشناس برای دیدار با او به گورستان ارمنیان تبریز می روند. 105 سال بعد ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی، کسی که بیش از 70 سال در جهت شناسایی تاریخ و فرهنگ ایران تلاش کرد، در هفته فروردین 1393 دنیا رفت، وصیت کرد که بعد از مرگ جسدش در مقبره ایرانشناس دیگری به نام آرتور پوپ در اصفهان دفن شود. اما در واکنش به آن، جمع معدودی با چماق و اسلحه و زنجیر و مظاهر خشونت می‌روند به مقبره آرتور پوپ در اصفهان و به قول خودشان آن را به تسخیر در می‌آورند، همان مقبره‌ای که زمانی ایرانی‌ها خود در قدردانی از خدمات این ایرانشناس برای او ساختند. گروهی در اصفهان به صورت خودجوش به یک خارجی عاشق ایران که برای شناخت فرهنگ ایران به غربی ها تمام عمر خود را صرف کرده میگویند جاسوس و عامل صهیونیست. شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید؟ آره؟ منم همینطور. هفته پیش جمعی به نام مردم شهید پرور اصفهان به استاندار نامه نوشتند که خدا داند اگر جنازه نجس و کثیف صهیونیست ریچارد فرای را به شهر شهیدان بیاورند غسل شهادت میکنیم، کفن میپوشیم، آن را تحویل گرفته میسوزانیم و خوراک سگهای بیابان میکنیم. شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید که اینو شنیدید؟ منم همینطور. اصل حرف و لب کلام این برنامه در این هفته این است که از باسکرویل تا ریچارد فرای بر سر این مملکت چه آمده است و چگونه است که ما با کسانی که ده ها سال عمرشان را در راه شناساندن فرهنگ و تاریخ ما صرف کردند چنین میکنیم. چند نفر از آنهایی که سینه سپر میکنند و میخواهند جنازه ای را نبش قبر و خوراک سگهای بیابان کنند اصلا میدانند که ریچارد فرای کیست و برای ایران چه کرده. چند نفر از این افراد متوجه این هستند که دفن یک ایرانشناس غربی در ایران چه ارزش نمادینی در شناسی از یک عمر کمک به فرهنگ و تاریخ شناسی این کشور بوده است. اصل حرف این هفته ما این است که واقعا آقا مشکل شما عده‌ای معدود با ایران چیست؟ چرا دولت آقای روحانی هم جرأت نکرده اعلام موضع کند؟ چرا میلیون ها ایرانی قدرشناس مانند شما که بیننده و شنونده این برنامه هستید چهره ایران و نماینده ایران در رسانه‌های دنیا نیستید و همواره عده‌ای معدود باعث شرمندگی و خجالت بقیه ایرانیان می‌شوند و می‌روند در صدر اخبار جهان، امروز اینگونه و دیروز با سوزاندن پرچم کشورهای دیگر، تصویری عصبانی و بی‌منطق، تصویری که نماینده اکثریت مردم ایران نیست. ریچارد فرای چه در ایران دفن می‌شود، چه در آمریکا، چه در بورکینافاسو، میراث زندگی‌اش همچنان که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته همیشگی خواهد بود و نامش همیشه با ایران و ایرانی پیوند خواهد داشت. اما شرم و خجلت تاریخ حتما خواهد ماند بر چهره آنانی که در تخریب نام ایران هر آنچه توانستند کردند. من کامبیز حسینی هستم و اگر شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید، من هم همینطور. تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه، هوای بغل دستی تو داشته باشید.